به نام حق و حقیقت، درود بر شما حق جویان گرامی. قصد داشتیم که در این قسمت مفاهیمی که در برهان وجوب امکان به کار رفته را برای شما عزیزان واضح و روشن بکنیم. در قسمت قبل به مناسبت مفهوم ماهیت و ذات رو با هم دیگه بررسی کردیم و متوجه شدیم که به چه چیزی ما میگیم ماهیت اون چیز. این جلسه میخوایم مفهوم امکان رو و اگر فرصت شد مفهوم وجوب رو هم بررسی میکنیم. این دو مفهوم، وجوب و امکان، و حالا مفهوم دیگری هم به نام مفهوم امتناع، اینها چی هستن؟ از کجا وارد فلسفه شدن؟ اینها مفاهیمی هستن که از قدیم در منطق موجهات کاربرد داشتن و به مرور وارد فلسفه شدن از منطق موجهات. در منطق ما گزاره ای رو که بیان میکنیم یا بیان میشود این رو میشنویم و اون ادراکی رو که گفتم از خارج داریم، اون ادراکی رو که میخوایم راجبش قضاوت بکنیم بهش میگیم موضوع اون گزاره. اون کلی، اون مفهومی رو که در ذهن ما هست میخوایم به اون ادراک بسنجیم، تطبیق بدیم، اون رو میگیم محمول گزاره. محمول همیشه کلی است و است و نیستش هم میشه انگار خود اون گزاره و تصدیقی که من حالا میخوام راجع به این است و نیست انجام بدم. فرض کنید که من کسی رو میبینم، در ذهنم میگم این سامان است. در واقع چه کار کردم؟ ادراک تصویری وارد ذهن من شده، مفهوم سامان از بانک اطلاعاتی مفاهیم فراخوانی شده، گزاره این سامان است شکل گرفته و من این گزاره رو تصدیق کردم، یعنی عدد یک رو به این گزاره نسبت دادم، گفتم این سامان است، بله این سامان است. و چند لحظه قبل از این که من بفهمم این سامان است، ذهن من مفهوم بابک رو هم فراخوانی کرده بود، به این تصویر تطبیق داده بود و گفته بود این بابک است و من تکذیب کرده بودم، گفته بودم نه این بابک است، صفر، غلط است، فالس، من این رو تایید نمی کنم. خب ما در بین گزاره هایی که بیان می کنیم، بیان می شود، گزاره هایی رو داریم که میایم در اونها یکی از اجزایی رو که در تعریف خود اون چیز به کار رفته رو بر اون چیز میایم حمل می کنیم. مثلا فرض کنید کسی میگه که هندوانه میوه است. اینجا چه اتفاقی صورت گرفته؟ هندوانه رو شما اینجا یک جزئی فرض کنید، چون هر چیزی نسبت به مفهوم موافق خودش می شود جزئی. هر مفهومی، درست هندوانه خودش یک مفهوم کلی است نسبت به تصویر هندوانه، ولی نسبت به مفهوم میوه باز جزئی تر هست، چون پرتقال و سیب و انگور هم در مفهوم میوه صدق میکنن و میشه گفتش که انگار یک هرم رو شما تصور بکنید، هندوانه نسبت به میوه میشود جزئی تر، نسبت به تصویر هندوانه میشود کلی تر. به هر حال من میگم که هندوانه میوه است. اگر یادتون باشه جلسه قبل براتون بیان کردم در خود تعریف هندوانه بودن، تعریف میوه بودن نهفته است، یعنی من الان دارم بخشی از ذات هندوانه رو بر هندوانه حمل میکنم. گفتم جلسه قبل ذات چیست، ما به کل اون مجموعه شرایط میگیم ذات هندوانه. حالا من دارم بخشی از ذاتیات هندوانه رو میام بر خود هندوانه حمل میکنم. واضحه که این درسته و همیشه هم درسته. قدیمی ها اومدن میگفتن که این حمل، حمل واجب هست، یعنی همیشه این حمل صادق است. حالا این مطلب رو من قبلا هم توی کلیپ های قبلی برای شما بیان کرده بودم. فرض کنید ما حتی چیزی که اصلا وجود نداره، فرض کنید سیمرغ وجود نداره، ما میایم یک تعریفی از سیمرغ ارائه میدیم، میگیم سیمرغ چی؟ سیمرغ پرنده ای است که 100 متر طول داره، در کوه اورست زندگی میکنه و غذایش مثلا آتش گداخته است و هزار رنگ مختلف داره، عمرش هم مثلا 10,000 ساله و چند تا ویژگی دیگه بیان میکنیم که اگر موجودی در این ویژگی ها صدق کرد ما بهش بگیم سیمرغ، اگر موجودی در این ویژگی ها صدق نکرد ما بهش نمیگیم سیمرغ. این تعریف سیمرغه. الان من شاید بتونم حتی تصویری از سیمرغ رو هم در ذهنم در قوه خیال رسم بکنم یا حتی اون رو بتونم روی کاغذ بیاورم. ممکنه سیمرغ دارای علم غیب هم باشد، از تمام جهان بدونی که ببینه اطلاعات داشته باشه. این میشه جزء تعریف سیمرغ. اصلا مهم نیست که سیمرغ هست یا نیست، من میتونم هر چیزی رو داخل تعریف سیمرغ بیاورم. الان شما متوجه تعریف سیمرغ میشوید، یعنی شما الان هر چیزی رو که ببینید میتونید بگید که آیا این سیمرغ هست یا سیمرغ نیست. خیلی خوب، اگر ما بگیم که سیمرغ 100 متر طول دارد، این گزاره صحیح هست و من اون رو تایید میکنم، تصدیق میکنم. من کاری ندارم که سیمرغی در جهان خارج، یعنی در جهان خارج ادراکات من، ما هیچ تصوری، هیچ شناختی از جهان خارج نداریم، اصلا نمیتونیم بگیم در جهان خارج سیمرغ وجود دارد یا ندارد. ما فقط میتونیم بگیم که در ادراکات ما از جهان خارج سیمرغ وجود دارد یا ندارد. ما به هیچ وجه نمیتونیم قضاوت بکنیم راجع به جهان خارج، ما فقط نسبت به علم خودمون از جهان خارج میتونیم حرف بزنیم. ما به هیچ وجه نمیتونیم قضاوت بکنیم راجع به جهان خارج، ما فقط نسبت به علم خودمون از جهان خارج میتونیم حرف بزنیم. ما به هیچ وجه نمیتونیم قضاوت بکنیم راجع به جهان خارج، ما فقط نسبت به علم خودمون از جهان خارج میتونیم حرف بزنیم.
جهان خارج در واقع همون ادراکات ماست از جهان خارج. جهان خارج در واقع همون ادراکات ماست از جهان خارج. ما وقتی میگیم که در جهان خارج سیم وجود دارد یا ندارد، در واقع داریم میگیم که با توجه به شناختی که من در طول این چندین سال از ادراکات مختلف خودم جمع آوری کردم، احتمالاً چنین چیزی وجود ندارد. چرا؟ چون من دیدم که موجودات بر حسب تکامل به وجود اومدن و بزرگترین موجودی که دیدم 3 متر بوده و در دریا زندگی میکرده، بزرگترین پرنده تقریبا 3 متر طولش بوده و تقریبا میتونم حدس بزنم که پرنده 100 متری وجود نداشته باشه و اگر داشته باشه باید دیده میشد و همین که تا حالا دیده نشده پس یعنی نیست. من هیچ وقت نمیتونم راجع به غیر از ادراکات خودم نظر بدهم. خب حالا اگر کسی بیاد بگه که سیمرغ 100 متر طول دارد، این گزاره صحیحه یا غلط؟ قطعا صحیحه دیگه. این هم حمل واجبه. چرا؟ چون من آمدم یکی از ذاتیات اون چیز رو بر اون چیز هم کردم. به این توی منطق گزاره تحلیلی هم گفته میشه. گزاره تحلیلی یعنی چی؟ یعنی از تحلیل کردن خود مفاهیم ما پی به صحت یا کذب اون گزاره ببریم. یعنی خود موضوع محمول رو ما بیایم اینجا با هم بشینیم بررسی کنیم، تحلیل کنیم، مفهومش رو برای خودمون واضح بکنیم، میفهمیم که این گزاره درست است یا غلط است. یعنی نیازی نیست که ما به چیز دیگه مراجعه بکنیم، آزمایش بکنیم، تجربه بکنیم، به ادراکاتمون رجوع بکنیم، اصلا به اینها احتیاجی نیست. خود همون بانک اطلاعاتی مفاهیم برای اینکه ما این رو تصدیق بکنیم کافی است. به این میگن گزاره تحلیلی. و حمل یکی از ذاتیات یک چیز بر اون چیز میشه چی؟ حمل واجب. واجب است. یعنی چی؟ یعنی همیشه این ضرورتاً این گزاره صحیح است. حمل ضروری هم بهش میگن. این گزاره ضروری است، یعنی صدق این گزاره ضروری است، ضرورتاً این محمول بر این موضوع حمل میشود. خب این رو داشته باشید. حالا اگر من چیز رو بیا بخوام بر یک موضوعی هم بکنم که جزء ذاتیات اون چیز نباشه، مثلا انسان یک تعریف مشخصی داشت، سامان یک تعریف مشخصی داشت، من بیام بگم که سامان امروز به فلان شهر مسافرت کرد، مسافرت کردن به فلان شهر جزء ذاتیات سامان نیست، ولی ممکنه اتفاق افتاده باشه، ممکنه این گزاره غلط باشه و اتفاق نیفتاده باشه. به این هم میگن حمل ممکن. میگن ممکنه که این گزاره تصدیق بشه، ممکنه این گزاره تصدیق نشود. ولی گزاره های تحلیلی، گزاره هایی که یکی از ذاتیات موضوع بر موضوع هم شده بود، همواره به صورت 100% تصدیقشون صحیح بود. یعنی اون متغیر منطقی که ما برای تصدیق برای هر گزاره قرار دادیم، اون متغیر منطقی همیشه ترو میگیره، همیشه یک میشود. واجب است که همیشه یک باشد. اما گزاره‌ای که حملش ممکن باشد، این میتونه تصدیق بشه، میتونه تکذیب بشه، یعنی میتونه صحیح باشه، میتونه غلط باشه، میتواند حمل بشود، میتواند حمل نشود. مثلا فرض کنید من میگم سامان شعر میگوید، سامان شاعر است. ممکنه سامان شاعر باشه، ممکنه سامان شاعر نباشه. دقت داشته باشید، بعضی وقتها شاعر بودن میشه جز ذات سامان. فرض کنید دو تا سامان دارم، هر دو تا سامان دوست منه و هیچ فرقی هم برای من ندارم الا اینکه یکی از اونها شاعر است، یکی از اونها خطاط است. من تو ذهن خودم میگم سامان شاعر، سامان خطاط. اینجا شاعر بودن شد جز ذاته، جز تعریف سامان. اینو خوب دقت بکنید. اینجوری نیست که حالا بگیم شاعر بودن همیشه باید خارج از ذات باشه. نه، ممکنه در بعضی از مثالها شاعر بودن جز ذات سامان باشه. الان فعلا در بانک اطلاعاتی شخص من شاعر بودن جز ذاتیات سامان نیست. سامان تعریفش مشخصه و در تعریف سامان نیومده که باید شاعر باشه یا نباشه. یعنی نه ایجابیش نه عدمیش، یعنی نه گفته باید باشه نه گفته نباید باشه. حرفی از شاعر بودن سامان زده نشده. من وقتی ببینم که سامان داره شعر میگه میفهمم که سامان شاعره. اگه کسی بگه سامان شاعر است، من میتونم برم تحقیق کنم ببینم که واقعا شاعر هست یا نه، بعد این رو تکذیب بکنم یا تصدیق بکنم. این شد چی؟ یک حمل ممکن. این تا حالا شد بحث منطق موجه. اگر بگم که مثلا 2 = 3 است، این میشه یک حمل ممتنع، یک چیز محال. یعنی در ذات اون چیز نفی اون چیز آمده رو من بر اون چیز حمل بکنم، میشه حمل ممتنع، که تقریبا همون حمل واجبه. یعنی نفی حمل واجب میشه حمل ممتنع. حالا اینو خیلی بهش نمیپردازیم. اگه بگم مثلا هندوانه میوه نیست، من الان اومدم یک حمل ممتنع به کار بردم. یعنی همیشه باید این گزاره تکذیب بشه. حالا این خیلی مهم نیست، بهش نمیپردازیم حمل ممتنع. اون وجود و امکان رو در نظر داشته باشیم. فلسفه راجع به وجود داشتن صحبت میکند. یعنی در کتاب‌های قدیمی فلسفه اگر نگاه بکنید، اصلا میگن موضوع علم فلسفه وجود است. یعنی اون علمی که از وجود داشتن صحبت میکنه میشه علم فلسفه. و به عبارت امروزی تر علم هستی شناسی، یعنی علمی که از بودن و نبودن ها صحبت میکند. یعنی میخواد بگه که چی هست و چی نیست، این میشه علم فلسفه. فلاسفه هم معمولا از اینکه چی وجود دارد و چی وجود ندارد صحبت میکنند. اینا اومدن گفتن اگر چیزی وجود داشته باشد، این رو خوب دقت کنید، که در ذاتش آمده باشد که وجود دارد، ما به این میگیم واجب الوجود. چون اگر ما وجود داشتن رو بخوایم بر اون حمل بکنیم، حمل ما میشه حمل واجب. دقت کنید چی شد. اگر چیزی باشد، مثلا من میخوام بگم سیب موجود است،
و نتونم بگم که آیا واقعا سیب موجود است یا نه، مثلا موجود بودن در مفهوم سیب نباشه. میگم که حمل وجود داشتن بر سیب حمل ممکن است، یعنی میگم سیب ممکن الوجود به ذات است، یعنی در ذات سیب وجود داشتن لحاظ نشده است، ولی مثلا در ذات فلان چیز وجود داشتن لحاظ شده است، من به اون چیز میگم واجب الوجود. خب امیدوارم که درک اولیه از مفهوم ممکن الوجود و واجب الوجود به دست آورده باشیم. واجب الوجود به ذات، ممکن الوجود به ذات، اینو بذارید من کامل بگم، یعنی چیزی که در ذاتش وجود داشتن آمده است، چیزی که در ذاتش وجود داشتن نیامده است. خب اولین سوالی که شما ممکنه بپرسید اینه که آقا شما همین جلسه قبل گفتید که وجود داشتن در ذات همه چیزها لحاظ شده، تمام ادراکات ما زیر مجموعه مفهوم عام موجود هستند، یعنی چه سیب، چه میوه، چه جسم، چه گیاه، چه سنگ، چه میز، چه تخته، چه دیوار، چه جسم، چه جرم، چه حجم، چه صدا، چه صدای گربه، چه صدای خشخش، چه حس حرارت، تمام اینها زیر مجموعه مفهوم وجود، یعنی عام‌ترین مفهومی که ما داشتیم که به همه ادراکات حمل میشد مفهوم وجود داشتن هست. خب طبق این تعریف همه چیز میشه واجب الوجود به ذات، یعنی من هر چیز رو بگم وجود دارد، سامان وجود دارد، بله سامان وجود دارد، چرا؟ چون سامان انسان است، انسان جانور است، جانور موجود زنده است، موجود زنده جسم است، جسم شیء است، اشیاء است، چیز است و چیز موجود است، پس سامان موجود است، پس موجود بودن در ذات سامان هست، پس این گزاره همیشه صحیح است، واجب است صحیح باشد، ضرورتا تصدیق می شود، پس سامان می شود واجب الوجود به ذات. پس الان شما سوال میپرسید، سوالتون هم کاملا بجاست، میگید که با تعریفی که شما از واجب الوجود و ممکن الوجود کردید و با تعریفی که ما از مفهوم وجود داشتن و موجود بودن داریم، تمام مفاهیمی که ادراک کرده ایم همگی می شوند واجب الوجود به ذات.